سیلام، فرزاد اینجاست. آدم فضایی، موجودات بیگانه، فرازمینی ها، لولو خورخوره. سال 1959 فیلیپ موریسون به کمک یکی از همکارانش یه مقاله رو زیر نظر دانشگاه کرنل یونیورسیتی ارائه دادن، در مورد اینکه اگر یه تمدن فرازمینی بخواد به کمک امواج رادیویی با یه تمدن پیشرفته دیگه مثل ما ارتباط برقرار کنه، احتمالاً از موج فرکانسی 1420 مگاهرتز استفاده میکنه که به صورت طبیعی توسط اتم هیدروژن تو کل جهان منتشر میشه. چرا هیدروژن؟ به خاطر اینکه هیدروژن بیشترین عنصری که تو کل جهان وجود داره و هر تمدنی که دستش به دهنش میرسه همون پیشرفته است، میتونه این موجو دریافت کنه. چرا 1420 مگاهرتز؟ ولش کن، خیلی طولانی، بعدا بهت میگم. پونزده آگست سال 1977 از صورت فلکه کمان یا کانستلیشن ساجیتریس سیگنال خیلی عجیبی توسط رادیو تلسکوپ بیگ ای که به بزرگی 3 زمین فوتبال بود دریافت شد. این سیگنال ناشناخته تا 30 برابر از سیگنال های همیشگی پرشدت‌تر و به مدت 72 ثانیه طول کشید. شخصی که گزارش این سیگنال رو ثبت کرد از تعجب خیلی زیاد اسم این سیگنال رو گذاشت سیگنال واو. سیگنال واو توسط سازمان ستی که مخفف Search for Extraterrestrial Intelligence یعنی جستجو برای هوش فرازمینی سازمان ستی این سیگنال رو ثبت کرد. ستی سال 1960 توسط ناسا تأسیس شده. سیگنال واو عجیب ترین و سوال برانگیز ترین پدیده ایه که تا امروز بین تمام شواهد دیگه به ثبت رسیده. چیه؟ واقعا فهم کنی کامپیوتر گلیچ بود؟ صدای چیه؟ نه خدا بابا. اولش خودشون هم فکر کردن که ایراد از کامپیوتره، ولی وقتی که اومدن نمودارش رو بررسی کردن دیدن که کامپیوتر تو لحظه برداشت دیتا درست کار کرد و گفتن شاید فرکانس رو از یه جسم دیگه ای مثلا از ستاره پلسار گرفتن که سیگنال رو به صورت پالس ارسال میکنه. بعد دیدن نه، چیزی که گرفتن واقعا واقعیه و دیتاشون درسته. جدا از این داستان، فرکانسی که دریافت کرده بودن دقیقاً 1420 مگاهرتز بود. واه! همه اینایی که بهتون گفتم واقعیه، جدی واقعیه، ولی ناقصه. رادیو تلسکوپ بیگل 2 گیرنده داشت که با فاصله زمانی 3 دقیقه نسبت به هم سیگنال دریافت کردن. فرکانس 1420 مگاهرتز توسط گیرنده اول دریافت میشه به مدت 72 ثانیه، ولی بعد از گذشتن 3 دقیقه گیرنده دوم هیچی نمیگیره. خلاصه چند سال پیش آنتونیو پاریس از کالج سن پترزبورگ فلوریدا مقاله‌ای رو منتشر کرد که نشون میده سیگنالی که 40 سال پیش دریافت شده بود به دلیل عبور همزمان یک شهاب سنگ به نام 266 پی کریستنسنه که خود شهاب سنگ هم سال 2006 شناسایی کرده و گفته که شهاب سنگ ها خودشون میتونن تحت شرایط خاصی به دلیل گازی که اطرافشون وجود داره فرکانس 1420 مگاهرتز رو منتشر کنم. بعد دیگه هی جنگ و دعوا که نمیدونم این فرکانس نیست، نه این بوده، این شهاب سنگ بوده، نه این نیست، تو کی، من کی. اگر آپدیت جدیدی نسبت به این موضوع دارید تو کامنت ها بگین که منم یاد بگیرم. جدا از این جنگ و دعوا، ستی همچنان مشغول تحقیق برای پیدا کردن حیات روی کرات دیگه و ارسال و دریافت سیگناله و تا امروز موفق شده 2 پروژه خیلی بزرگ که بخش اصلی این جستجو رو در بر میگیرن اجرا کنه.
اولی آلن تلسکوپ اره هست که در سال 2007 در شمال کالیفرنیا طراحی ساخته شده و داره 42 تا رادیو تلسکوپه و قراره که تعداد رادیو تلسکوپاش به 350 تا افزایش پیدا کنه. پروژه آلن قدرتمندترین ابزاری که تا امروز روی سطح کره زمین برای پیدا کردن سیگنال از سوی یه تمدنی که توی یه کره دیگه طراحی و ساخته شده. دومی کپلر میشنه که در واقع اسپیس بیس تلسکوپه که در سال 2009 لانچ شد. ماموریت کپلر پیدا کردن کراتی شبیه کره زمین خودمونن که قابل سکونت هستن. تا قبل از لانچ کپلر ما فقط چند تا دونه سیاره دیگه به جز سیارات منظومه شمسی خودمون پیدا کرده بودیم که میدونستیم دور یه ستاره میچرخه، ولی اندازشون خیلی بزرگتر از کره زمین بود. خب حالا ببینید چند تا کره دیگه که داره حیات و موجودات توسعه یافته هستن و چند تا کره که تازه حیات روشون پیدا شده پیدا کردیم؟ هیچی! ستی خیلی کارا برای پیشرفت در زمینه بررسی کرات مختلف و شناختشون و همچنین احتمال وجود حیات روی این کرات انجام داده و روز به روز داره تحقیقاتش رو وسعت میده. به سایت ستی سر بزنید و فعالیتاشون رو ببینید. ولی با وجود این همه تحقیق توی این همه سال و اینکه هیچی پیدا نشده، یعنی واقعا حیات رو کرات دیگه وجود نداره؟ قبل از اینکه در مورد این سوال صحبت کنیم بذارید یه چیز بگم خیال همتون راحت شه. هر چی فیلم و عکس و تصویر تو اینترنت تو اینستاگرام و یوتیوب در مورد ایلین فوتیج و تو جنگل فیلم گرفتن و رو آسمون ما میرن میان و هر چیزی که دیدین یا تصاویر ساختگی و دروغی هستن یا اگرم که واقعا از یه چیزی فیلم گرفتن، از نظر جواب علمی مرکز علمی تحقیقاتی مثل همین ناسا که هممون میشناسیم ثابت نشدن. والا مثلا اکثر این تصویرها فقط توسط یه نفر ثبت شده. ما کوریم؟ ما نمی‌بینیم، فقط شما می‌بینید. چرا اگر یه شی تو آسمون بوده فقط روی یه رادار ثبت شد؟ یعنی بقیه رادارها همه خاموش بودن؟ برو کوریم. مطمئنم همتون تا حالا کلی از این چیزا توی اینترنت دیدین. مثلا چند سال پیش خود یو اس نیوی سیل یکی دو تا ویدیو از دنبال کردن یه جسمی تو آسمون پخش کرد که خود این تصاویر رو نیوی سیل تایید کرد، ولی فقط دوربین هواپیمای F-18 سوپر هورنت که یه دوربین اینفراد این تصویر ثبت کرده و هیچ گونه آثار دیگه توی هیچ رادار دیگه از این شیعه نیست. خب نمیدونیم چیه، یه فیلم گرفتیم نمیدونیم چیه. در این که اون شیعه پرنده ناشناخته یا UFO همون Unidentified Flying Object هست هیچ شکی نیست، ولی دلیل برای که حتما موجودات فرازمینی و ایلین بوده نمیشه که. ولیم کن بابا گرفتیم. معلوم نشد چی بوده چون دیتای کافی برای شناساییش وجود نداره. شاید چهار روز دیگه چهار تا فیلم بهتر ازش بگیرن تو رادار معلومش بگن بله آقا ایلینه. ولی این که بخوایم اینو بذاریم تو صفمون بزنیم واو حضور آدم فضایی رو سطح کره زمین هشتگ ما تنها نیستیم که کار درستی نیست. منم راحت میگم همشون یا دروغن یا اگر تصویر واقعی باشن هیچ جا ثبت علمی نشدن. بله همین جوری با این تصویر اولیه که نمیتونیم بگیم ایلینا میان تو آسمون ما دور دور میکنن. برای اثبات همچین مسئله 100% به دیتای دقیق و کاملی نیاز داریم. باور کن همجور الکی نمیشه گفت فلان رادار یو اف او دیده ای پس ایلینه. یو اف او میشه شیء پرنده ناشناخته. حالا ما هر چیزی نفهمیدیم میگیم ایلینه. خودت کنترل کن ورزان، هیچی نشد. هیچ بدونین چه عواقبی داره اگر فقط از روی یه تصویر غلط حضور ایلینا رو بین ما تایید کنن. خب بعدش هیچی نمیدونیم که کجا دارن چی کار میکنن، چه شکلی هن بین ما. وحشت عمومی میفته بین مردم. دو روزگه هر اتفاقی میفته به دلیل داشتن ترس و وحشت زیاد و عدم داشتن پاسخ منطقی ذهن ما خودش برای خودش تصویر سازی میکنه. هر اتفاقی میفته زلزله میاد سیل میگن ببین آقا کار ایناست، حالا برو بگرد پیداش کن بگو آقا مگه مرض داری نکن. تازه زبانشون هم بلد نیستیم، باید اول یه راهی پیدا کنیم با همدیگه صحبت کنیم. اگر کسی اکثر ویدئویی که تو اینترنت هست رو باور داره و الان از حرف من ناراحت شده داره میره به سمت دیسلایک و کامنت بعد، این ویدیو رو اول تا آخر ببین و هر چی دوست داشتی بگو دوستم. نظرت کاملا محترمه.
حالا برای اینکه بتونیم به این سوال پاسخ بدیم که حیات رو کرات دیگه وجود داره یا نه، اول نیاز به یه سری اطلاعات اولیه داریم که با هم دیگه هماهنگ باشیم. یعنی ما اگه بخوایم در مورد این موضوع اظهار نظر کنیم، باید حداقل بدونیم اطلاعاتمون قدری است که هممون تو یک صفحه ایم. مثلا ما نمیتونیم همینجوری برای خودمون بگیم نه هیچ چیزی تو دنیا فقط ما ایم، که حداقل باید بدونیم که دنیا چقدر بزرگه. بعدش میتونیم با روابط علمی کاملا درست و به صورت کاملا منطقی پاسخ سوال رو بدیم. ستاره کرو اینا که همه میدونیم چیه دیگه، توضیح در موردش ندیم. اکسوپلنت به سیارات میگن که به دور یه ستاره میچرخه، مثل کرات مرزون شمس خودمون. کهکشان به تجمع گاز و گرد و غبار فضایی و اجرام آسمانی و کره و ستاره و مرزون شمس، اصلا هر اسم فضایی که تاله شنیدین، همشون به دور یه سیاه‌چاله میچرخن که به دلیل جاذبه کنار هم قرار گرفتن. سیاه‌چاله‌ها خیلی باحالن، بعداً در موردشون حتما کلی تو ویدیو دیگه صحبت می‌کنیم. البته این کنار هم همچنین تو بغل هم نیستا، همونطور که ما کلی کره و ستاره داریم، کلی هم کهکشان داریم. کهکشانی که ما داخلش هستیم و دور سیاه‌چاله‌اش می‌چرخیم اسمش کهکشان راه شیری یا میلکی وی هست. سال نوری یعنی نان استاپ، به مدت یک سال با سرعت نور که برابر 300,000 کیلومتر بر ثانیه در خلا حرکت کنیم. چند کیلومتر میشه؟ یعنی 365 روز ضرب در ثانیه ها در یک روز که 86400 ثانیه است، ضرب در 300,000 9500 میلیارد کیلومتر. 9500 کره زمین قطرش حدود 12742 کیلومتره، محیطش حدود 40,000 کیلومتره. فاصله فضایی چون واقعا فضایی هست با اندازه بزرگتر گفته میشن. حالا طول کهکشان راه شیری ما، یعنی من که از این نقطهش برسیم به این نقطهش، برابر 105,700 سال نوریه. یعنی اگر 105,700 سال با سرعت نور که تازه از نظر فیزیکی بهش هم نمیرسیم حرکت کنیم، بعد 105,000 فقط از این ور کهکشان میرسیم به این ور کهکشان، باید چیت بزنیم، گاد مود، عمر خز باید داشته باشیم، باید خز مود بزنیم. میدونی یعنی چند کیلومتر؟ اگر 9500 میلیارد کیلومتر رو ضرب در 105,700 کنیم، میشه تقریبا 1 میلیارد کیلومتر، یعنی 1 کوینتیلیون. حالا تو کهکشان ما چند تا ستاره وجود داره؟ ناسا چند سال پیش تعداد ستاره رو اول 100 میلیارد تا تخمین زد، چند سال بعد گفت این تعداد میتونه تا 400 میلیارد تا هم باشه. کلی از این ستاره که توی کهکشان ما هستن داره اکسوپلنتن و خیلی از این اکسوپلنت‌ها توی فاصله مناسبی نسبت به ستاره‌شون قرار گرفتن که احتمال دمای روی سطحشون دمای مناسبیه، یعنی دارای آب مایع هستن و احتمال اتمسفری هم دارن. ناسا سال 2018 اعلام کرد که تلسکوپ کپلر به دلیل تموم شدن سوختش قراره که بازنشسته بشه. کپلر در طول 8-9 سالی که اطلاعات ارسال کرد و از بین همه چیزایی که شناسایی کرد 2600 اکسوپلنت پیدا کرد که احتمالاً قابل سکونتن. حالا اگه از بین این 2600 سیاره فقط یکیشون در طول 13.7 میلیارد سال که کل عمر دنیا تخمین زده شده علم حیات روش پیدا شده باشه، اونجوری با محاسبات ما اگر تعداد ستاره توی کهکشان فقط 100 میلیارد تا در نظر بگیریم، حدود 500 میلیون تا اکسوپلنت وجود دارن که قابل سکونتن. حالا از این 500 میلیون تا سیاره با در نظر گرفتن بین هر 2600 تا فقط یه سیاره علائم حیات داشته باشه، حدود 200,000 تا کره وجود دارن که قابل سکونتن و شاید روشون حیات تشکیل شده باشه. حالا منظور از این حیات میتونه باکتری باشه یا یه تمدن پیشرفته باشه. با توجه به مدت زمان خیلی طولانی دنیا که حدود 13.7 میلیارد ساله، هر کره‌ای که شرایط مناسب داشته فرصت مناسب هم براش وجود داشته که حیات روش تشکیل بشه. اگر با عدد رقمایی که من گفتم موافق نیستین و به نظرتون حرفی که زدم غیر منطقیه، برای پیدا کردن پاسخ دقیق این سوال میتونید برید سراغ معادله دریک. معادله دریک توسط فرانک دریک سال 1961 پیشنهاد شد و در نهایت پاسخ این سوال رو به صورت دقیق‌تر میده که چند تا تمدن پیشرفته توی کهکشان ما وجود دارن که در حال ارسال سیگنال برای پیدا کردن یه تمدن پیشرفته مثل ما که میخوان باشون ارتباط برقرار کنن. برای آشنا شدن با معادله دریک و همینطور اینکه خودتون ببینید با حدسایی که میزنید چند تا کره میتونه تو کهکشان خود ما وجود داشته باشه که در حال ارسال سیگنال و پیدا کردن تمدن پیشرفته دیگه‌ای هستن، لینک توی دیسکریپشن
رو ببینید. فقط در این حد بگم که خود فرانک ریک تخمینش روی 10,000 تا بود، یعنی 10,000 تا تمدن پیشرفته تو کهکشان خودمون که در حال ارسال سیگنال هستن. حالا اگر خیلی بدبین تر باشیم بگیم نه آقا همه این عددا کلا غلطه و تو کهکشان ما که اینقدر بزرگه با وجود 400 میلیارد تا ستاره و میلیاردها تا کره و سیاره دیگه، فقط دو تا حیات میتونه وجود داشته باشه که یکیش خودمونی، یکیش هم یه تمدن پیشرفته دیگه است. اونجوری یعنی تو کهکشان ما فقط دو تاست. حالا میدونین تعداد کهکشانا که تو کل دنیا تا به امروز تخمین زدن چند تاست؟ اول ناسا اعلام کرد تعداد کهکشان تو کل دنیا حدوداً 200 میلیارد است. چند سال پیش با عکسایی که توسط تلسکوپ هابل گرفته شد اعلام کردن که این تعداد میتونه بیشتر از 2000 میلیارد کهکشان باشه. 2000 میلیارد کهکشان که هر کدومش احتمالاً میلیاردها ستاره داره و اون میلیاردها ستاره میلیاردها میلیاردها کره داره. حالا اگر از هر 100 میلیون تا کهکشان فقط یه دونه کهکشان باشه که با وجود این همه ستاره کل فقط توش دو تا حیات وجود داشته باشه، یعنی تو کل دنیایی که تا الان ما تونستیم تخمین بزنیم فقط 40,000 تا تمدن پیشرفته وجود داره. حالا اگه خوشبینانه فکر کنیم و بالاخره یه روز از طرف یکی از این تمدن‌های پیشرفته سیگنالی دریافت کنیم، بعد بخوایم باشون ارتباط برقرار کنیم، اولین چیزی که بهشون میگیم چیه؟ منظورم اینه که نمیدونیم چجوری حرف میزنن، چه زبانی حرف میزنن، اصلا با صوت حرف میزنن، چی بهشون میگیم؟ سیلا اول بزنیم بهتون بگم ما خیلی اهل سیگنال فرستادن نیستیم، بیشتر دوست داریم سیگنال دریافت کنیم. سیگنال هم میفرستیم ولی بیشتر ترجیح میدیم دریافت کنیم، چون بین یه سری از دانشمندان و محققا سر این موضوع که ما سیگنال بفرستیم یا نفرستیم اختلاف وجود داره. آقای استیون هاکینگ که از بزرگترین فیزیکدانا بود معتقد بود با ترجمه که ما هنوز موفق نشدیم استارت زندگی رو کره دیگر رو بزنیم، ارسال سیگنال برای ادامه حیات ما انسان ها احتمال داره خطرناک باشه. جملهشون به فارسی تقریبا این شکلی میشه: اگر موجودات فضایی ما رو پیدا کنن، نتیجهش مثل پیدا کردن قاره آمریکا توسط کولومبوس میشه که برای آمریکایی‌های بومی خیلی نتیجه محکومی نبود. یعنی شاید موجوداتی که سیگنال ما رو دریافت میکنن خیلی موجودات مهربونی نباشن، شاید با یه تکنولوژی خیلی پیشرفته بیان بزنن همه چی رو داغون کنن، ما رو از بین ببرن، کره زمین هم نابود کنن. دقیقاً مثل خیلی از فیلم‌ها این تئوری وجود داره. آخه چطور خود ما انسان ها بعد از انقلاب صنعتی به خیلی از تکنولوژی که دست پیدا کردیم به کره زمین خودمون آسیب برسونیم، همه چیزش رو قطع کنیم، تخریب کنیم، بسوزونیم، آلودگی زیست محیطی به بار بیاریم، باعث تغییر آب و هوا بشیم، نسبت به متر به مترش احساس مالکیت کنیم، برای به دست آوردن منابع بیشترش هم خودمون از بین ببریم، بعد انتظار داشته باشیم که تمدن پیشرفته بیاد بگه وای اینا چقدر مردم کیولین کول. بنابراین اگر بیان ما رو ببینن میگن بابا اینا خودشون به خودشون رحم میکنن، ما به اینا رحم کنیم، ما استفاده اونو میکنیم. شاید بعضیتون میگه خیلی احتمالش کمه، ولی هر چقدر هم احتمالش کم باشه اگر یه وقت پیش بیاد مساوی با منقرض شدن نسل بشر. قاعدتا اگر اونو اول بیان پیش ما یعنی تکنولوژیشون قوی تر از ما دیگه، یعنی ما زورمون بهشون هم نمیرسه، هممون رو میترکونن. نه دیگه بیرون نمیره، خیلی بیرون رفتن. اصلا بیا خیلی راحت تر فکر کنیم، شاید بیا ما رو ببینن، ما براشون خوشمزه باشیم، بخوام ما رو شکار کنن، اصلا ما براشون مزه شکلات بدیم. شما رو نمیدونه ولی من که خیلی شیرینم در ایک پیری. البته از بکگراندی که ما داریم احتمال رخداد برعکسش بیشتره، ما که همه چی خوردیم، آدم فضایی هم میخوریم.
از طرف دیگه پروفسور سیمون کانوی موریز که در زمینه فسیل شناسی در دانشگاه کمبریج فعالیت دارن معتقدن اگر تلفن فضایی زنگ زد نباید جواب بدید، چون اگر ما رو تهدید کنن با چی میخواییم جواب بدیم وقتی ازشون هیچی نمیدونیم، در حالی که اونا تونستن تا کره ما بیان ما رو قشنگ بررسی کرد. چی میخواییم بگیم؟ بله چه؟ یه باره بابا دیوان اتاک بله با میگم باده هم من تو الو اما چای جونا جون بی بی پاسو بزن یه قلم به پاتو خود میکنم واسه بیا ماما قامه ما حدود 60 ساله که همینطور داریم به دنبال علائم وجود حیات رو کرات دیگه میگرد و خب اینکه تا امروز هیچی پیدا نکردیم شاید باشه خیلی بگیم احول کنیم دیگه با فقط این وقت و هزینه علکی تلف میکنیم، ولی بعد این موضوع رو در نظر گرفت که سن دنیا خیلی زیاده و دنیا خیلی بزرگه نسبت به سن کم ما، به خصوص در زمینه پیشرفت تکنولوژی ما تازه شروع به جستجو کردیم. ما کمتر از 200 ساله که به تکنولوژی تلگراف و تلفن دست پیدا کردیم، تازه کمتر از 30 ساله که در حالی که میتونیم راحت تو خونه‌مون بشینیم میتونیم از این ور کره زمین به اون و مسیج بفرستیم وایس بدیم، کمتر از 500 هزار تا ستاره برای علائم وجود حیات روی کراتی که به دورشون میچرخن بررسی شدن در مقایسه با 400 میلیارد تا ستاره که فقط تو کهکشان ما هست و کهکشان ما یه دونه از 2000 میلیارد کهکشانی که تو کل دنیا وجود دارن. جهان حدود 13.7 میلیارد سالی که به وجود اومده، مدت زمان کافی برای تشکیل حیات، پیشرفت و سقوط کلی تمدن وجود داشته. تکنولوژی رادیو تلسکوپ داره روز به روز پیشرفته‌تر میشه و کلی محققه و دانشمندایی که تو این زمینه فعالیت دارن معتقدن که تا چند دهه دیگه کلی شواهد پیدا میکنه. با توجه به مطالبی که توی این ویدیو با هم بررسی کردیم، این که بخوایم باور داشته باشیم حیات روی کرات دیگه وجود داره یا نه، بستگی به این داره که چقدر خوشبین یا بدبین باشیم. برای پیدا کردن علائم حیات روی کرات دیگه، ما شاید مجبور بشیم میلیون ها ستاره و کره دیگه رو بررسی کنیم. خیلی زمان میبره، خیلی هم سخته. ولی ارزشش رو داره. چون اگر سیگنال ما بالاخره به جای درست برسه، بزرگترین موفقیت تاریخ بشریت رو رقم میزنه. نظراتتون رو حتما توی کامنت ها بنویسید، کلی با هم صحبت میکنیم، اگه چیز جدیدی هم بلدین بگین که من یاد بگیرم. و من به همه وزن سابسکرایب هم بکنیم My goal is simple, it is a complete understanding of the universe, why it is as it is, and why it exists at all.